دوستان عزیزم سلام، به کانال فارسی مدیا خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه و عالی باشید. لطفاً تا آخرین ویدیو همراه ما باشید تا شما رو با ده مکانی که گوگل مپ هرگز به شما نشان نخواهد داد بیشتر آشنا کنیم. لطفاً کسایی هم که برای اولین بار همراه ما شدن ما رو سابسکرایب کنن و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم بزنن. متشکرم. اکثر این مناطق به علت مسائل امنیتی سیاسی به صورت سانسور شده در گوگل مپ دیده می شوند و به همه اینها باید یک مورد بزرگ یعنی کشور کره شمالی را افزود که فکر کنم تنها مدیران گوگل و سازمان سیا قادر به دیدن آن از طریق گوگل مپ باشند. این لیست تعدادی از مکانهای مهم دنیای ما را شامل می شود که شما هرگز قادر نخواهید بود با گوگل مپ به آنها دسترسی پیدا کنید. مورد دهم، کاخ سلطنتی ملکه هلند. این کاخ که در بالاترین نقطه شهر آمستردام پایتخت هلند قرار دارد، محل زندگی خانواده سلطنتی است و یکی از چندین جایی است که گوگل مپ آن را به صورت شطرنجی نشان می‌دهد. بریم سراغ مورد نهم، فرودگاه بین‌المللی بوفالو نیاگارا در نیویورک. این فرودگاه در گوگل مپ به صورت یک تکه سفید بزرگ مشخص می‌شود و شما به هنگام زوم کردن هیچ جزئیاتی را مشاهده نخواهید کرد. بریم سراغ مورد هشتم. ممنونم که همراه فارسی مدیا در یوتیوب هستید. پارک ملی تانتاکول در شیلی. این پارک ملی که در ثبت آثار جهانی نیز می باشد در گوگل مپ فقط به صورت یک پیکان مشخص شده است. به علت وجود گونه های نایاب جانوری در این مکان، تدابیر شدید حفاظتی امنیتی در اطراف این پارک به عمل می آید. مورد هفتم، سد کوی در کارولینای جنوبی. این سد مهم نیز در نقشه های گوگل به صورت شطرنجی قابل مشاهده است. شایان ذکر است که سد کوی بزرگترین منبع انرژی برای یکی از کارخانجات مهم ایالات متحده به نام دیوک انرژی است. مورد ششم، سایتی مرموز در کشور روسیه. هیچ کس دلیل شطرنجی بودن این مکان را نمی داند. اما منطقه جغرافیایی این سایت که درست در میان مناطق قطبی سیبری و آلاسکا قرار دارد، حتی گمانهای بسیاری از افراد را برانگیخته است. کارشناسان نظامی این منطقه را یکی از مراکز مهم نظامی جهان قلمداد می کنند که هم بر آمریکا و هم بر اروپا تسلط دارد. مورد پنجم، فرودگاه توریشیما در ژاپن. این فرودگاه در ساحل شرقی ژاپن و در مجاورت اقیانوس آرام واقع است، اما در گوگل مپ به صورت کاملا سفید دیده می شود و هیچ جزئیاتی در آن مشخص نیست. فرودگاه توریشیما در ژاپن در حال حاضر نیروهای امنیتی ژاپن را در خود جای داده است و منطقه مهم مرزی بین ژاپن و کره جنوبی به شمار می رود. بریم سراغ مورد چهارم، ساختمان میشل آف در یوتای آمریکا. این ساختمان به گفته منابع آگاه محل آزمایش سلاح‌های بیولوژیکی ارتش آمریکا است و در گوگل مپ به دلیل مسائل امنیتی به صورت کاملا سفید دیده می شود. مورد سوم، دانشگاه کورنل در نیویورک. این دانشگاه که به گفته خود آمریکایی‌ها محل تولید الکتریسیته از گاز طبیعی است، در سال 2010 در منطقه ایتاکای شهر نیویورک افتتاح شده و در گوگل مپ شطرنجی دیده می‌شود. مورد دوم، شهر تاریخی بابل در عراق. این شهر در گوگل مپ بیشتر شبیه یک زمین کشاورزی است تا یک شهر باستانی و هیچ جزئیاتی در آن قابل رؤیت نیست. و مورد آخر، منطقه ویلیسینگن در هلند. دارایی‌های سلطنتی تنها مناطق غیرقابل بازدید در هلند نیستند. منطقه ویلیسینگن در آمستردام محل استقرار گارد امنیتی هلند است و همانطور که در تصویر می‌بینید از طریق گوگل کاملا سانسور شده است. متشکرم که همراه فارسی مدیا بودید. لطفاً کسایی که برای اولین بار همراه ما بودن ما رو سابسکرایب کنن و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم بزنن. متشکرم. شب و روزتون خوش.